Let's pray. سلام دوستان، محسن هستم، با ترجمه این هفته در خدمتتون هستم. ای پدر آسمانی، تو رو شکر می‌کنیم که بزرگ و بخشنده هستی و دعا می‌کنیم در پیشگاه خداوندی که از طریق کلام مقدس خودش با ما صحبت می‌کنه و اینکه ما در این روز مقدس ممکنه مواجه بشیم و ببینیم عیسی مسیح رو همونطوری که اون دو تا یار عیسی مسیح این کار رو کردن. قصه در مورد پسر 10 ساله‌ای هستش که خیلی زودتر از طول خورشید از جاش بیدار میشه و به سختی تونسته شب قبل رو بخوابه و خیلی زودتر از اینکه صدایی از طبقه پایین شنیده بشه از جاش بیدار شده و آماده است که بره سوار ماشین شه. سال 1820 بود که فینس، همین بچه 10 ساله، قرار بود که یک جزیره رو ببینه، جزیره خودش، همون جزیره‌ای که توی کودکی به او قول داده شده بود. توی زمان کودکیش پدر بزرگش بهش قول داده بود که یک جزیره‌ای به نام آیوی آیلند رو به او نشون بده. و امروز برای اولین بار فینس قرار بود که اون جزیره رو ببینه. همه بچه‌ها در حالی که صاحب یک زمین هستن به دنیا نمیان. والدین فینس خیلی زود این واقعیت رو بهش یادآوری کرده بودن. زمانی که رویای خیلی از بچه‌ها اژدهاها و شوالیه‌هایی بود که توی خوابشون می‌دیدن، رویای فینس جزیره آیوی بود. یک روزی قرار او پادشاه سرزمین خودش بشه. توی این سرزمین خونه‌ای بسازه، یک مزرعه‌ای رو به راه بندازه، پرورش دام داشته باشه برای خودش و در اون قلمرو خودش فرمان روایی بکنه. و حقیقت این هست که وقتی شما دارای یک جزیره‌ای هستید، دارای یک سرزمینی هستید، احساس میکنید مهم هستید و الان قراره اون سرزمین و جزیره خودتون رو ببینید. فینس خیلی هیجان زده بود، پرید از ماشین بیرون و رفت به سمت اون علفزار و رد درخت‌ها رو گرفت و رفت جلو. و این روزنه بود که جزیره آیوی از اونجا معلوم بود، اما وقتی زمین رو دید خشکش زد. در حقیقت اونجا چند هکتار زمین خشکیده پر از باتلاق و لونه مار بود، اما پدر بزرگش گفته بود که اونجا سرزمین خیلی مهمه توی کانتیکات، اما کاملا بی‌ارزش بود. پدرش هم به او گفته بود که این یک هدیه بسیار سخاوتمندانه است، اما واقعا هیچی نبود جز یه شوخی مسخره. وقتی همه دیدن که فینس خشکش زده و تعجب کرده، پدرش و بقیه که اونجا بودن همه زدن زیر خنده، اما فینس نخندید و هرگز فراموش نکرد. این ناامیدی شکل دهنده تمام زندگیش بود. کسی بود که فریب خورده بود و یک زندگی رو درست کرد که از فریب دادن درست شده بود. همون بچه کوچیکی که مسخره شده بود، شغلی رو پیدا کرد که مسخره کردن مردم بود. او دیگه فینس نبود. یک کسی بود به نام پی تی. همون کسی که این عبارت رو خلق کرد. هر دقیقه یه بچه که عاشق سیرکه به دنیا میاد. و خیلی سعی کرد که توی زندگیش همیشه اینو ثابت کنه. و این زندگی پی تی بارنوم بود و بزرگترین شومن شد. زندگی خیلی از مردم این روزها هم به همین شکله، زندگی هایی که توقعها برآورده نشده، افرادی که بهشون سرزمین هایی وعده داده شده، اما در نهایت وقتی به اون سرزمین میرسن میبینن باتلاقی بیش نیست. سوال اینجاست، شما چه برخوردی با این جور رویاها دارید و چطوری از پس این ناامیدی ها برمیایید؟ یه جایی هممون توی زندگی با این جور سوال ها روبرو میشیم، چون یه جوری اصلا ممکن نیست توی این دنیا زندگی بکنیم و تجربه‌ای مثل پی تی بارنوم نداشته باشیم. توقع خیلی زیادی داشته باشیم، اما خیلی کمتر از اون چیزی که توقع داشتیم به اون داده بشه.
خب در واقع این یکی از تجربه های دو تا از یاران عیسی مسیح بود. توی انجیل لوقا فصل 24 آیه 13 در همان روز دو نفر از پیروان عیسی به دهکده اموآس می رفتند که با اورشلیم حدود 10 کیلومتر فاصله داشت و این دو در راه در رابطه با وقایعی که این چند روز اتفاق افتاده بود صحبت می کردند. خب غروب ایستر بود و تمام دنیای اونها به سادگی از هم گسیخته شده بود و حتی اون جایی که قدم می زدن شاهد همچین چیزی بود. خیلی بیحال قدم می زدن، سرشون آویزون بود، انگار شونه هاشون پایین افتاده بود و ناامیدی در سر تا سر صورت اونها انگار نوشته شده بود، همونطور که ما توی آیه 17 اینو می بینیم. و این چیزی است که اتفاق می افته و شما در این غبار غیر حقیقت قدم می زنید و همونطوری که با هم قدم می زدن در رابطه با هر چیزی که اتفاق افتاده صحبت می کنند. می توانید تصور کنید که اون صحبتاشون چی بوده؟ در یک لحظه دنیا زیر پای او بوده و در لحظه دیگه فرزند خدا بر روی صلیب رفته. کسی که کلام خدا را بر روی کوها تعلیم می داد الان در پیشگاه خداوند در سکوت بالای صلیب ایستاده و انگار اصلا قرار بود و انگار اصلا میخواست که بمیره و این زمانی بود که نزدیکترین دوستشون که کاملا غریبه بود از پشت سر اونها ظاهر میشه، عیسی مسیح، کسی که به هر دلیلی پنهان شد تا شناخته نشه و بعد این غریبه ظاهر میشه و با اونها صحبت میکنه و از اونها میپرسه که داشتن در رابطه با چی حرف میزدن و شما اینجا متوجه یک نکته میشید توی پاسخ کلوپاس وقتی که ازشون سوال میشه در کل زندگیت کجا بودی و اونها شروع میکنن به اظهار تأسف درباره عیسی مسیح و اینکه چقدر اینها امید بسته بودند به رستگاری خداوند اما هیچی براشون باقی نمونده به جز یک مش خاکستر چون فکر میکردن که قراره ملکوت جاودانی خداوند رو دریافت بکنن اما در عوضش فقط یک باطلاق به ارث بردن. اما بعد از اون قصه اون خانم توی آیه 22 هم جالب هست. علاوه بر اینها حالا که دو روز از این ماجراها می‌گذرد چند زن از جمع ما با سخنان خود ما را به حیرت انداختند زیرا آنان امروز صبح زود به سر قبر رفتند و وقتی بازگشتند گفتند که جسد او را پیدا نکردند اما فرشتگانی را دیدند که گفتند عیسی زنده شده است پس چند نفر از مردان ما به سر قبر رفتند و دیدند که هر چه زنان گفته بودند عین واقعیت بوده است اما عیسی را ندیدند اما سوال اینجاست آیا اونها امیدوار بودند یا مشکوک بودند اما فکر کنم جواب این دو تا یار هم همین بود. توی آیه 11 که میگه ولی شاگردان گفته های زنان را افسانه پنداشتند و نمیتوانستند باور کنند. اگه اونها امیدوار بودند و چرا اینقدر دل سرد شده بودند؟ و حالا میتونید تصور کنید که داشتن به سادگی چی میگفتند؟ و اونها قرار نبود گول بخورن به واسطه یک داستان ساختگی چون دوستهای اونها رفته بودن و چک کرده بودن و قبر خالی بود و این موضوع به راحتی قابل فهمه و قابل درکه اینها همون مردایی بودن که آزرده خاطر شده بودند قلبهاشون شکسته شده بود و دوست نداشتن دوباره این ریسک رو بکنن که این اتفاق بر اونها بیفته. پس بنابراین دیگه موانع به کنار میره. تا حالا از عشق رنجیده خاطر شدید؟ یه راه حل خیلی ساده. دیگه عاشق نشید. تا حالا قولی بهتون داده شده که شکسته شده باشه؟ جواب. دیگه اعتماد نکنید مثل پیتی بارنوم همه چی بندازین گردن دنیا و قلب خودتون رو سخت بکنید و حقیقت اینجاست که دل آزردگی به راحتی میتونه تبدیل بشه به تنفر
اما چیز خیلی جالب این هست که ما اصلا نباید توی اون جاده بمونیم، چون با ملاقات و دیدن عیسی مسیح به راحتی میتونیم زندگی خودمون رو تغییر بدیم و کاملا این قضیه دقیق هست. و حالا توجه کنید که عیسی مسیح چیکار کرد. رفت پیش اونها و همون کاری رو کرد که با خیلی از مردم انجام میداد و اونها رو در جایی دید که درد داشتن و آزرد خاطر بودن. و حالا که دیگه مرگ کنار رفته بود و گناه ها بخشیده شده بودند، این به این معنی نیست که عیسی مسیح بازنشسته شده و خداوند و پادشاه رستاخیز ما که جلال داده در بدن انسان بر ما اومده و لباس انسان رو پوشیده و در میان ما جستجو میکنه تا قلب‌های رنجیده شده رو پیدا بکنه و این آزردگی با کلام خدا شفا پیدا میکنه. آیه 25 تا 27. آنگاه عیسی به ایشان فرمود: چقدر شما نادان هستید، چرا اینقدر برایتان دشوار است که به سخنان انبیا ایمان بیاورید؟ آیا ایشان به روشنی پیشگویی نکردند که مسیح پیش از آن که به عزت و جلال خود برسد میبایست تمام این زحمات را ببیند؟ سپس تمام پیشگویی ها را که درباره خودش در تورات موسی و در کتاب های سایر انبیا آمده بود برای آنان شرح داد. و همونطور که میبینید دیگه اون خانوم ها نبودن که نتونن باورش بکنن. اون کسی نبود جز عیسی مسیح. اون خود خدا بود، چیزی که قرنهای پیش نوشته شده بود و در کتابی که ما عهد قدیم میشناسیم ثبت شده بود. و همه اینها آمدن عیسی مسیح پسر خدا را وعده میدادند و آماده میکردند این راهو. اما عیسی مسیح چرا اون کار انجام داد؟ چون میدونست اونها نیاز دارن که بشنون همون چیزایی که همه ما نیاز داریم تا بشنویم وقتی که احساس شکست میکنیم، یا اینکه به وسیله یک شک حواسمون پرت میشه. ما نیاز داریم که بشنویم که خداوند داره ما رو کنترل میکنه. ما نیاز داریم که یادآوری بشیم که هیچ چیزی تموم نشده مگر اینکه او به ما بگه تموم شده. ما باید اعتقاد داشته باشیم که غم و حزن‌های زندگی دلایل کافی نیستن که ما بگیم حالا دیگه میخوام آزاد باشم، بلکه دلیلی هستن که ما محکمتر بایستیم. کوری تنبوم یه مسیحی بود که بیشتر جوانیشو توی یک اردوگاه نازی سپری کرده بود و گفت وقتی یک قطار وارد تونل تاریک میشه و دنیا به نظرتون تاریک میاد، میپرید بیرون؟ البته که نه. آروم میشینید و اعتماد میکنید به مهندسی که بیاد شما رو از این وضعیت نجات بده. دقیقا مثل همین دوتا یار عیسی مسیح، خودتون رو وسط یک تونل تاریک میبینید. و اگر به این صورت باشه، یادتون میاد که عیسی مسیح داستان نقشه خدا رو برای شما تعریف کنه که پیروانش بدونن که اون مهندس که همون خداوند هست داره قطار رو کنترل میکنه. این داستان، داستان خداوند و همون داستان ما هست، داستان عشق الهی که به دنبال گمگشتگان خودش هست، قصه همون گوسفندی که این ور اون ور میره و چوپانش به دنبال او هست تا او رو پیدا بکنه، قصه خیانت و قصه شورش و وفاداری خداوند و ارائه کردن بخشش و عفو از طرف خداوند بزرگ و قصه مرگ و قصه زندگی. و حالا میبینیم که چطور این تغییر اتفاق افتاد. آیه 28 تا 32 رو با هم میخونیم. در این هنگام به دهکده عموآس و پایان سفرشان رسیدند و عیسی خواست که به راه خود ادامه دهد، اما چون هوا کم کم تاریک می‌شد، آن دو مرد با اصرار خواهش کردند که شب را نزد ایشان بماند. پس عیسی به خانه ایشان رفت. وقتی بر سر سفره نشستند، عیسی نان را برداشت و شکرگزاری نموده به هر یک تکه‌ای داد. ناگهان چشمانشان باز شد و او را شناختند. همان لحظه عیسی ناپدید شد. آن دو به یکدیگر گفتند: دیدی وقتی در راه مطالب کتاب آسمانی را برای ما شرح می‌داد چگونه دلمان به تپش افتاده بود و به هیجان آمده بودیم. میز شام آماده میشه، اونا میشینن و چیز قابل توجه اتفاق میفته. مهمان تبدیل به میزبان میشه.
این همیشه میزبان هست که نان رو تکه تکه میکنه قبل از اینکه به مهمونای خودش بده. اما اینجا غریبه این کار رو انجام میده و بین اونها پخش میکنه. پوشش به کنار میره و اونها میبینن. اونها به نقش و نگار روی ناخونهاش خیره میشن. سریع به صورتش نگاه میکنن و خداوند رو میبینن. به همون سرعتی که او ظاهر شد و او رفت. این دو نفر به اورشلیم سفر میکنن و در اون شب این خبر خوب رو که عیسی مسیح بازگشته بین همه به اشتراک میذارن که دیدنش. اون افراد ناامید تبدیل شدن به افرادی که خبر میدن. امروز صبح عیسی مسیح به ما یادآوری میکنه، همونطور که اونها رو بهشون یادآوری کرد. یادآوری به این موضوع که او قربانی شد تا ما نجات پیدا بکنیم، که او آمد تا زندگی اونها تغییر بکنه و او برای ما هم خواهد آمد و همین کارها رو برای ما هم انجام خواهد داد. او میاد برای کسایی که در انتظاراتشون شکست خوردن، عدم اعتمادی که به وسیله فریب به وجود اومده و روحها و جانهایی که به وسیله گناه آلوده شدند. او پرشکوه قدرتمنده و قادر هست که همه چیز رو تغییر بده. ما به او خوش آمد میگیم. اون غریبه شد ناجی ما و او همون مهمونی هستش که میزبان ما میشه. خداوند سپاسگزار هستیم که تو وفادار و حقیقی هستی. زمان غم و اندوه به آرامی به کنار ما میای. تو میای تا ما رو تغییر بدی و این کار رو از طریق کلام مقدس و روح القدس خودت انجام میدی. ای خداوندم، این کار رو امروز با قلب ما انجام بده. آمین.